با سلام و با تشکر از هیئت مدیره کانون که به من وظیفه دادن به بانوی بزرگ شعر معاصر ایران و یکی از برجسته ترین چهره ها و شخصیت های فرهنگی و اجتماعی کشورمان خیر مقدم بگویم. خوش آمدید. برای همه ما امشب شبی فراموش نشدنی خواهد بود، چرا که ما میزبان هنرمندی هستیم که با خلق آثار ارزشمند و ماندگارش خدمت بزرگی به فرهنگ میهنمون کرده است. انتشار بیش از 13 مجموعه شعر، سرایش حدود 300 ترانه، انتشار چند گزینه شعر، یادواره، داستان کوتاه، سفرنامه، نقد، ترجمه، نگارش مقدمه‌ای بر دیوان پروین اعتصامی و مؤخره‌ای بر کتابی درباره دانخوان، تلاش‌های میهمان ما در عرصه ادبیات است. اما این همه فقط بخشی از سیمای فرهنگی و اجتماعی اوست. سیمین بهبهانی به اعتبار خلق همین آثار و نیز به اعتبار اندیشه و کردار فرهنگی و اجتماعیش بی تردید نماد و تجلی گرامی ترین شاعرهای تاریخ 200 ساله اخیر ایران است. جسارت و شهامت آشکار و زبانزد سیمین بهبهانی طاهره قرة العین را به یاد می آورد. هنوز چند ماهی نیست که از برگزاری روز آشتی ملی و روز زن در جمهوری اسلامی می گذرد. در تهران سیمین بهبهانی قرة العین ما دادخواه بیدادی شد که بر اهل قلم رفته است و گلبانگ خواست آزادی اندیشه بیان قلم سر داد و خواند مردم چشمم به خون آغشته شد، در کجا این ظلم با انسان کند. امشب ما میزبان چنین بانوی هستیم. او نه تنها قرة العین که با نوآوری و مهربانیش پروین اعتصامی را که به قول علامه قزوینی ملکه زنان شاعر ایران است به یاد می آورد، و نیز با سنت شکنیش در شعر و زندگی و تعهد اجتماعی و انسانگراییش فروغ فرخزاد را با خود دارد. این حس و درک بیشترین ماست که ما امشب فقط میزبان سیمین بهبهانی نیستیم. ما حضور دلنشین و افتخارآمیز قرة العین، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و بانوی شجاع غزل ایران را در میان خود حس می‌کنیم. بانویی که هم امروز نیز از تلاشگران تجدید فعالیت کانون نویسندگان ایران است. بانوی پیشگام در نهضت رهایی زن در ایران، نهضت مبارزه با سانسور و مبارزی شجاع در راه تحقق آزادی اندیشه، بیان و قلم در ایران. بار دیگر از طرف کانون فرهنگی شهر به خاطر پذیرش دعوتمان و حضورتان در این شهر سپاسگزاری می‌کنیم و هدیه‌ای مناسب‌تر از شعری که برگ سبزی است برای تو عزیز و بزرگوار نداریم. شعری که شاعر گرامی جواهری وجدی سروده و پیشکش می‌کند. قبل از اینکه بنده این شعری که آقای دکتر نوروکار رو ادا کردن در باره خانم سیمین بهبهانی بخونم، این بیت حافظه بخونم که مخاطب من خانم سیمین بهبهانی هستن که افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن، مقدمش یارب مبارک با بر سرب و سمن. اگر شعر فارسی رو واقعا ما گل تصور بکنیم، خانم سیمین بهبهانی چه در شعر کهن و چه در شعر امروزین همان افسر سلطان گل است و نشانه روشن این ادعا هم کفیست که دوستان حاضر در مجلس برای ورود ایشون میزنند. درباره شخصیت خانم سیمین بهبهانی در حوصله این مجلس نیست که مطلب درازا بکشه و
بنده فقط به همون یک غزلی است که استقبال از ایشون کردم و شعری است که آقای دکتر عمرکار انجام کرد. باد از من درود سیمین را که سخن پروری سخندان است، چون نشیند به شاخسار ادب و همچون مرغ هزار دستان است. نشود شمع بزم ما خاموش، شمع او تا که پرتو افشان است. هست از بس که مهربان گویی ملکی در لباس انسان است. چه عجب گر نگفته ترک وطن، گنج جایش به کنج ویران است. هر که آزادگی شیوه او، کیست رفتار خود پشیمان است. خاطر او مباد آشفته، گرچه چون زلف خود پریشان است. هر در از این سخنسرای بزرگ، مایه افتخار ایران است. غزلی دارن که من خواستم ازشون وقتی وارد سالن شدن یه بیتش رو چون استقبال کردم اینجا ازشون سوال بکنم که باز جای اون مصرع اینجا خالی است، حالا بعد از خودشون خواهش بکنم. بیا که نوبت غزل خیلی معروفی است از خانم سیمین که خیلی شهرت پیدا کرد و تصور میکنم در اون مجموعه شعر مرمر چاپ شده. بیا که نوبت دیدار ما رسید، بیا در انتظار تو شد دیدم سفید، بیا به بوی شوق تو ای گلشن مراد، دلم چو غنچه پیرهن صبر را درید، بیا به مهر ماه تو ای آفتاب جان، تا صبح مرا به مهر ماه تو ای آفتاب جان، تا صبح دو چشم منتظر من نیارمی، بیا به جای عشق ندامت که شرم دارم از آن، براز چشم گناهگاه خون چکی، بیا بیا مپیچ سر از کشتنم که دست قضا مرا برای همین کار آفرید، بیا نه من به ساز تو امروز شورها دارم که جانم از ازل این نغمه میشنی، بیا امید برق نگاه تو کشت وجدی را، شتاب کن به ره ای خونی امید، بیا جواب آن غزل آتشین که سیمین گفت. خیلی متاسفم خانم ربانی که نمیتونم اون مصرع چیه، همینطور بلند بفرمایید. ستاره دیده فرو بست و جواب آن غزل آتشین که سیمین گفت. ستاره دیده فرو بست و آرمی بیا بنده ارزم تا با دوباره می سازمت وطن شروع کنیم و بعد ادامه بدیم. خیلی متشکرم از آقای وجدی که غزل به این قشنگی صده من میرسه به اون تصدیل. من عادت دارم میکروفونی که خاموش کنن و وقت میتونم خوب پرد بزنم. این هم عمدن خرابش کردن. خیلی تشکر میکنم از آقای جواهری وجدی. ایشون نه تنها شاعر شما هستن، شاعر شهر شما، شاعر ما هم بودن و دانشمند و فاضل، رو خیلی متشکرم. ضمناً از آقای نقره‌کار تشکر میکنم که خیلی صمیمانه و با این زیبایی و با این روانی در مورد من سخن گفتن. ضمناً یه لوری بود، یکی از رعایاش، خانه لوری بود، یکی از رعایاش
هی تعریفش میکرده اینجور و اونجور اینا. گفت میدونم دروغ میگوی اما باگو خوشم میام. در هر صورت آقای نقره‌کار رو من از راه قلم خیلی وقت پیش میشناختم و داستان‌هایشون رو خونده بودم، آثارشون رو خونده بودم. اخیراً هم یکی از داستان‌هاشون رو که شرح حال و خاطرات خانمشون در زندان هست اون رو خوندم و بسیار رمان جالبیه، با اینکه مستند هست بسیاری از جاهاش، ولی خیلی دلنشین، خیلی واقعی و خیلی منصفانه این داستان نوشته شده. به شما توصیه میکنم که همتون اون داستان را بخونید. حالا من شروع کنم با چی؟ دوباره میسازمت وطن؟ نه؟ دوباره میسازمت وطن اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش کسی که عزم رمیم را دوباره انشا کند به لطف چکوه میبخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعلش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش دوباره می بخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست دوباره می سازمت به جان اگرچه بیش از توان خیش شعری میخوانم که جواب این هست که چرا میام. من دیگه در سنینی هستم که استراحت بیشتر لازم دارم، با بیماری باید بیشتر مواظب خودم باشم، در این حال نمیتونم دست از شما بکشم و میام اینجا براتون شعر میخونم، برای اینکه صدای وطن رو به گوش شما برسانم و انعکاس این صدا را از سوی شما بردارم به طرف وطن ببرم. امیدوارم که یک روزی همه شما را در ایران ببینم، اگرچه میدانم که خیلی دیره برای اینکه دوباره شما بیایید اونجا از صفر شروع کنید و اقامت کنید، ولی حداقل این است که دلم میخواد که راحت تر از آنچه در گذشته بود بتوانید به وطنتون بیایید، خاطراتتون رو تازه کنید، دوستانتون و عزیزانتون و جگرپاره هاتون رو ببینید و اونجا روحی تازه کنید و برگردید باز همینجا سر زندگی هاتون. فرق نمی کنه. سعدی می گوید سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است شریف نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. به هر حال شما بعضی از شماها جانتون رو برداشتید آمدید اینجا، به هر صورت امیدوارم که جانتون سلامت باشه و باز هم بتوانید روی آرامش رو در وطن ببینید، اگرچه دیگه برای ماندگار شدن شما در اینجا دیر است. خب این شعری که میخونم براتون
شعری هست که میگوید به شما که من چرا میام اینجا برای شما شعر بخونم. با گلوگاه سرخ بخوان ای کبوتر که شعر منی، وقت پرواز میرسدت گرچه پربسته رسنی. باز با آن دو لعلی گر من هی با آقای نقره کار گفتم والا زود نریم تو سالو، گفتن نبریم. ببخشی ما زود اومدیم. ما با گلوگاه سرخ بخوان ای کبوتر که شعر منی، وقت پرواز میرسدت گرچه پربسته رسنی. باز با آن دو لعلی گرد تاق فیروزه مینگری، باز با آن دو برفی جلد چتر در باد میفکنی. شبنم آجین سینه تو میزند بوسه بر خنکا، میدمد جان نو به تنت گرچه اکنون فسرده تنی. پای سرخت به حلقه بند نی زردیست غرقه به خون، با چنین حال پیش کسان هان که از ناله دم نزنی. ای سراپات زخم و نمک طاقتی بایدت به سزا، تا عدوی تو جان نکند خود مبادا که جان بکنی. با گلوگاه سرخ بخوان سجع سبزت گسسته مباد، زان که پیوسته میشنوم شیون جغدی و زغنی. چاره زخم های تو را پر سیمرغ میرسدم، اندکی بیش حوصله کن ای کبوتر که شعر من. ای کبوتر که شعر من. اینجا مادر یک شهید برای من گل آورد، یا همسر یک شهید ببخشید، و من یک همکاری داشتم که بچهش خیلی ناجوان مردانه شهید شد، یعنی سر کلاس بود و امتحان میداد، آمدند و گرفتندش و بردند و بعد پس فرداش بهش گفتم، به پدر مادرش که خیلی آشفته بودن، گفتن که این شماره رو بگیرید برید سر قبرش. من این شعر رو برای اون همکارم ساختم. داغ جگر گوشه با تو چه گویم چه ها کرد، عشق تو را رنگ خون داد نای تو را نالزا کرد. سرب شد و داغیش بست راه گلوگاه فرزند، لقمه نانی که عمری مغز تو را آسیا کرد. مکتب آگاهیت بود جای جگر گوشه خلق، گور جگر گوشه ات را مکتبی خود چرا کرد. هر که شکست استخوانش از کرمت مومیا خواست، گرچه ستم استخوانت نرمتر از توتیا کرد. خنجر خونریز چنگیز تیغه خونریزیش تیز، پوست ز پیکر برآورد گوشت ز ناخن جدا کرد. سه
سینه آتش فشاند جای دمای دماوند بر دل عالم شرر زد تا دهن بسته وا کرد مانگ برآمد که برخیز دست جان شوی و بستیز در پس در انتقام است اوست که ما را صدا کرد یه شعر شوخی هم براتون بخونم که از این حالت در بیایید میدونین بعضی وقتا تو خیابون بعضی از آقایون یه خانمی چشمشون رو میگیره و میخوام بلندش کنن به اصطلاح خودمون ببخشید که خانم بیام خانم بیام حالا نه حالا چه وقت این کاره فردا چطور ای بد نیست البته وقت بسیاره نه این جواب سربالاست فردا به انتظارم باش اما پسر عمون فردا پیش منه نمیذاره رفع و رجوع اون با تو من دیگه طاقتم تاقه خب پس در آر بیانه این رسم کار بازاره بسه زرشک چربش کن لفتش نده نزن چونه اون پاسداره میبینه ناکس به من نظر داره ای وای چادرم افتاد سگ مصب این عجب بادیست مردم کمک بگیریدش شیش متر وار برداره در دست باد پاییزی چادر کشان کشان میرم گفتم وقار شش متری بر باد رفت یک باره از این کتاب با قلب خود چه خریدم میخوام براتون یک چون شرح حالی شاید بعضی از شما بخواید داشته باشید قسمت اول یک شرح حالی هست و خلاصه خوشبختانه یکی از رفقای همکلاس قدیمی من هم خانم مهین شقاقی که از خیلی سالها بود که ندیدمشون به غیر از چند باری که در ایران به دیدن من آمدن و امروز خیلی خوشحالم که عهد قدیم تجدید شده و این همکلاس قدیمی و دوست قدیمی رو من دیدم در ماجرایی هم که تو اینجا مطرح میشه ایشون هم حضور داشتن یکی از اون پنج نفری بودن که من اشاره میکنم بهش بنابراین بد نیست که من هم یه شرح حالی از من داشته باشین هم یه تکه ای از نثر من رو ببینید چون بعض وقتا مرتکب نثر هم میشوم یا داستان هم می‌نویسم از خرید لوازم خوراک بازگشتم آوردن کیسه های میوه و تریبار از اتومبیل تا کنار آسانسور برایم مشکل است. احساس می کنم که دیگران چالاکی و توان گذشته را ندارم و خستگی را به آسانی حس می کنم. گهگاه زانوارم تیر می کشد. عمر است و گذشته آن عوارضی دارد که ناگزیر است. هرگاه که اظهار دردی می کنم، البته به ندرت، دوستان می گویند از عوارض شناسنامه است و باز می گویند از سلامتی نسبی
برخورداری. شاید این طور باشد، شاید این سلامت را مدیون شیر آن دایه روستایی باشم که مرا از چشمه نوشش نصیب فراوان بخشیده بود. راستی از آن دوران چه در خاطرم مانده است؟ تقریبا هیچ. البته چند تصویر مهالود در خاطر دارم. مثلا اینکه یک بار در میان باغچه یک قطع زغال جستم و به دهان گذاشتم و آن را سخت پوک و بیمزه یافتم. عیناً بعضی از لحظه های زندگی. یا اینکه مهر نماز دایه را از جا نماز برداشتم و با دندان های نورسته جویدم و از تشدد صدای الله اکبرش نهراسیدم. اکثر کودکان طعم خاک را می چشند. آیا این بدان معنی نیست که آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد؟ آیا این دهان کودکانه طعم آن خاک را که سرانجام می انباردش نمی آزماید؟ کودکستان امریکایی را نیز که یک میسیون مذهبی امریکایی دارش میکرد به یاد دارم و رقص خود را در جشن پایان سال تحصیلی در نقش گل زرد با دامن ارگانزای پرچین و زرد. و چرا گل زرد در حالی که رفیقم لباسش سرخ بود و در نقش گل سرخ میرقصید و من این را بیشتر دوست داشتم؟ اصلا شعری هم که او میخواند موزون تر بود. گل سرخ هم شاه گلها، شاه گلها، شاه گلها. و من باید میگفتم گل سرخ، گل زردم سلطان گلها، سلطان گلها، سلطان گلها. و هرچه واژه ها را تند و خوند میکردم موزون نمیشد. و از همان دو سه سالگی تا این حد قدرت تشخیص وزن داشتم که سلطان را مخفف کنم و بگویم گل زردم تان گلها، تان گلها، تان گلها. و دیگر در یادم نمانده است که بالاخره با این سلطان چگونه کنار آمدم. پسرم در حاشیه مصوده نوشته است هیچ وقت با هیچ سلطانی کنار نیامدی. همیشه رنگ سرخ را دوست داشتم. شاید به دلیل همان زرد پوشیم با آن شعر ناموزون و سرخ پوشی رفیقم با شعر موزونش در روز جشن کودکستان. هنوز حسرت سرخ با من مانده است. وقتی به عقد همسر نخستینم در آمدم برای خرید با او به خیابان رفتم و هرچه خریدم سرخ بود. کفش سرخ، کیف سرخ، پیراهن سرخ، کت سرخ و الاخر. و پدرم که آن همه سرخ را دید روی در هم کشید و با تشدد گفت مگر عروس روستا بودی؟ اینها را که می نویسم شاید ناخودآگاه تفره می روم که از یادآوری تاریخ تولد خودداری کنم. اما مگر می شود؟ شرح حال حتما به این نیاز دارد و بسیار خوب، بسیار خوب. اگر خواستند بنویسند باید بنویسند سیمین بهبهانی 1306 و تیر چند تا نقطه. تنها آرزویم این است که تا ذهنی پربار و دست و پایی با توان کار دارم قسمت نقطه چین مشخص شود و ناگفته نماند که یکی از نگرانی های خاطرم آن است که مبادا زندگی و ناتوانی را در کنار هم احساس کنم. هنوز از مادر زاده نشده بودم که میان پدرم عباس خلیلی و مادرم فخری ارغون که بعدها به اعتبار همسر دوم فخر عادل خلعتبری نامیده شد جدایی افتاده بود. و این جدایی به هنگام دو سالگیم و اندکی پس از مرگ پدر بزرگم رسمی شد. سه ساله بودم که مادرم همسری دیگر برگزید
پدر نیز بی همسر نماند. ذوق ادبی در من شاید میراثی دو سویه از پدر و مادر باشد. پدرم نویسنده ده‌ها جلد کتاب از جمله رمان و آثار تحقیقی و تاریخی است. از نخستین کسانی است که نوشتن را به شیوه رمان آغاز کرد. 1303 روزگار سیاه، اسرار شب، دیر سمعان از جمله رمان‌های اوست. تاریخ کوروش در دو جلد از تحقیقات از تألیفات تحقیقی او و پرتو اسلام در دو جلد و تاریخ کامل ابن عسیر در 14 جلد از ترجمه های اوست. دوره های روزنامه پرخواننده اقدام که به مدیریت او قبل از سلطنت پهلوی و با فترت 20 ساله بعد از شهریور 1320 منتشر شده است در کتابخانه های ملی و مجلس و دیگر کتابخانه های معتبر باقی است و یاد سرمقاله های تند و پرتحرک آن نیز هنوز در ذهن بسیاری از هموطنان به پیری رسیده زنده است. مادرم به گمان من زنی بود نمونه شگفتی های روزگار خیش. در دورانی که خواندن و نوشتن برای زن گناه به شمار می رفت از بسیاری از دانش های روزگار بهره کافی گرفته بود. ادبیات فارسی، فقه و اصول، زبان عربی، هیئت و فلسفه، منطق و تاریخ و جغرافی را به خوبی و نزد استادان وقت که معلمان دو برادرش نیز بودند آموخته بود. زبان فرانسه را از کودکی از یک بانوی سوئیسی که با سمت معلم در خانه آنان میزیست فرا گرفته بود. البته مادرم این بخت را داشت که در آغوش پدر و مادری به اصطلاح آن روزگار منور الفکر و در عین حال متمکن پرورده شود که برای تربیت کودکان خیش هیچ امکانی را وا نمی گذاشتند. این موهبت نصیب هر کسی نمی شود. مادرم می گفت هنگامی که پدرش از دنیا رفت از ثروت خود چیزی باقی نگذاشته بود، اما می گفت که به فرزندانش سرمایه‌ای داده است که هیچگاه از دست نخواهد رفت و منظورش دانشی بود که با تحمل مخارج گزاف به فرزندان خود آموخته بود. مادرم پس از مرگ پدر و جدایی از همسر به تدریس زبان فرانسه در دو مدرسه دخترانه موجودان زمان پرداخت، دارالمعلمات و ناموس. شعر می سرود و داستان می نوشت و از موسیقی اطلاع کافی داشت و تار را خوب می نواخت. از آغاز جوانی با چند بانوی روشن فکر دیگر انجمن نسوان وطنخواه را بنیان کرد و سالها با زنان همکار خود برای آموزش و آگاهی بخشیدن به زنان هموطن خود کوشید. من در محیطی پرورده شدم که هرگز از شعر و شعور و فعالیت خالی نمانده بود. از 12 سالگی چند بیتی سرهم می کردم. در 14 سالگی شعرهایی سرودم که در مدرسه خواندم و معلمم مرا تشویق کرد. مادرم نخستین غزل مرا برای روزنامه نوبهار که به مدیریت ملک و شعرهای بهار و با همکاری دامادش یزدان بخش قهرمان منتشر می شد فرستاد و چاپ شد. مطلع غزل چنین بود: ای توده گرسنه و نالان چه می کنی؟ ای ملت فقیر و پریشان چه می کنی؟ 14 سال بیشتر نداشتم. شعری بود در خور یک جستجوگر نوجوان. دوران تحصیلات متوسطه را طی 4 سال و هر سال 2 کلاس تقریبا سپری کردم و قبل از آنکه دیپلم کامل دبیرستان را بگیرم وارد مدرسه مامایی شدم. اولیای آموزشگاه از فعالیتم در سازمان جوانان حزب توده خبر داشتم. همچنین می دانستند گهگاه چیزی می نویسم یا شعری می سرایم. تازه 2 سال دوم مدرسه را شروع کرده بودم که گزارشی انتقادی و بی امضا راجع به اوضاع ناهنجار مدرسه در یکی از روزنامه‌های آن زمان منتشر شد.
که رئیس آموزشگاه را سخت خشمگین کرد. نوشتن آن را به من نسبت دادند، در حالی که هنوز هم نمیدانم چه کسی آن را نوشته بود. با 4 نفر دیگر از هم کلاس هایم که یکیش خانم مهین شقاقی باشند به دفتر آموزشگاه احضار شدیم. رئیس دکتر جهانشاه صالح مرا بی مقدمه مخاطب ساخت و ناسزایی نثار کرد. اهانتش را با یادآوری این نکته که حق ندارد به دانشجو توهین کند پاسخ گفتم که بیدرنگ سیلی سختش بر صورتم نشست. سیلی من نیز بیدرنگ و در پاسخ به گوش او نشست. تقریبا دست به گریبان شده بودیم، استاد و شاگرد، معاون آموزشگاه و دیگر پزشکان میانجی شدند و 2 حریف را از هم جدا کردند و به افتضاح پایان دادند. تحدی را پاسخ گفته بودم، اما دست سنگین و مردانه او کجا، دست نازک و دخترانه من. طی 1 دقیقه صورت و اطراف چشمم ورم کرد و کبود شد. خانواده‌ام شکایتی در دادگاه مطرح کردند و حزب توده به پشتیبانی به جنجال برخاست و روزنامه ها دستاویزی برای نوشتن پیدا کردند. رئیس آموزشگاه من و 4 دانش آموز دیگر را اخراج کرد. حزب 1-2 ماهی برای بازگرداندن ما به آموزشگاه به فعالیت ادامه داد و 2 میتینگ خیابانی هم در راه انداخت و سرانجام ناگهان سکوت کرد و به ما تکلیف سازش کرد و به ما تکلیف سازش و حفظ آرامش کرد. سالهای سال گذشت تا از یکی از سرکردگان خسراندیده خلوتگزیده حزب شنیدم که می گفت سران حزب توده در آن روزگار مقاومت و ادامه پشتیبانی از دانش آموزان را بیش از آن صلاح ندیدند، مبادا که موقعیت 3 وزیر توده‌ای در کابینه به خطر افتد. از آن تاریخ به بعد خب ترک تحصیل کردم و آزادگی را با مزایای ادامه تحصیل و هرچه از این قبیل حاضر نشدم معامله کنم و چهره سرنوشتم دیگرگون شد. از آن تاریخ به بعد هدف شعرم مبارزه با ستم بود. هر جا که توانستم این چهره ستم را نقش زدم و رسوا کردم. آزادگی را شرط مقدم شاعری دانستم و به هیچ مقام و هیچ قدرتی سرفرود نیاوردم. پس از اخراج از مدرسه ترجیح دادم که همسری نخستین خواستگار بعد از ماجرا را بپذیرم و به این ترتیب ظرف 1-2 ماه به همسری آقای حسن بهبهانی در آمدم. 17 ساله، شکست خورده، با ستم قوی تر از خود بر نیامده، تن به قضا داده و هنگام عقد متوجه شدم که اشکم قطره قطره آرایشم را می شوید و زیر گلویم می دود و پیراهن سفیدم را تر می کند. این اشک ها را بعداً نیز نیمه شبهایی که همسرم به خوابی عمیق فرو رفته بود و من بیدار در بستر نشسته بودم فرو می باریدم. برای چه؟ دقیقا نمی دانستم، اما دلم از نگرانی و اضطراب فشرده می شد. تنم انگار که بوی کافور گرفته بود و چشماندازم پنداری که همه تیرگی ها بود. از دوزخ به زمهریری گریخته بودم که خاکسترم نمی کرد، اما یخبندان جاودانه را در سرگردانی امیدهایم می آزمود. از آینده هیچ تصویری نداشتم الا سرزمینی سترون و خفته در پوشش بیرحم برف. شاعرانه بی‌انصاف نباشم، همسرم مردی از خانواده‌ای محترم بود، تحصیلات نسبتاً کافی داشت،
دبیر زبان انگلیسی بود، اما هیچ گونه توافق اخلاقی نداشتیم. نگرش ما به زندگی از دو زاویه کاملا متفاوت بود. با این همه از تحصیل بازم نداشت، مانع سرودنم نشد. در خانه امید، در خانه او امید به زندگی را در خانه او امید به زندگی و مبارزه را باز یافتم. دیپلم کامل دبیرستان را گرفتم. در کنکور چند دانشکده شرکت کردم و به دانشکده حقوق راه یافتم. در زندگی با او صاحب سه فرزند شدم. 20 سال در کنارش زیستم بیان که یک روز یا یک ساعت دلم از زیستن با او خرسند باشد. توانستم با او انس بگیرم، در بیماری و رنج یاریش کنم، اما دلم، این دژ آهنین، همواره به روی او بسته ماند. دو شریک نامراد و ناچار بودیم که به سازش با یکدیگر توافق میکردیم. سرانجام امکان سازش و عدم امکان سازش انجامید. آرام و خاموش از دادگاه بیرون آمدیم و هر کدام از سوی راهی شدیم. هرچه بود گذشته برای ما سه فرزند به ارمغان آورده بود. همسری دیگر برگزیدم، منوچهر کوشیار. امروز 8 سال و چند ماه روزیست که این رو نوشتم. الان تقریبا شاید 16 سال میگذره. امروز 8 سال و چند روز است که این دومین همسر را که بسیار دوستش می‌داشتم از دست دادم. 14 سال در کنارش بودم. به ناگاه آن مرد همراهم با حمله قلبی از پای در افتاد و مرا به تنهایی واگذاشت. چه می‌شود؟ تقدیر این بود. زمانی که در دانشکده حقوق درس می‌خواندم با او آشنا شدم. سالها بعد متوجه شدم که این آشنایی ساده و بی تکلف دیگر مرا هرگز رها نخواهد کرد. آیا هنوز هم رها نکرده است؟ با هم دوران دانشکده را به پایان رساندیم. من دبیر ادبیات بودم و همچنان دبیر ماندم و او به مشاغل حقوقی پرداخت. مختصر کنم، ایام خوشم بود که با دوست به سر شد. باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. تحصیلات رسمی من همین دوره دانشکده حقوق، اتمام دوره دانشکده حقوق رشته قضایی بوده است. اما تمام عمر از مطالعه فارغ نبودم. مطالعات حقوقی را نیز رها نکردم و هنوز تا حدی میتوانم در امور حقوقی اظهار نظر کنم. تقریبا به بیشتر نقاط ایران سفر کردم. هموطنان خود را در زی و هیئت خاصشان با آداب و رسوم و خلقیاتشان دیدم. از کاشی‌های ظریف اصفهان، از خرابه‌های درشتناک ارگ بم، از سرخی خورشید جنوب در پس نخل‌های خفته در تیرگی مغرب، از مزار سعدی و حافظ، از آرامگاه خیام و فردوسی، از بقعه بابا طاهر و خوابگاه بوعلی، از دره مراد، بیک و گردنه حیران، از دریاچه خزر و ارومیه، از کارون، از عرس، از هرچه، هر جا، هر کس، از تمامت این مرز و بوم خاطره ها دارم. بمباران و موشکباران، جنگ شهریور 1320، جنگ مهر 1359، آرامش، انقلاب، هجله ها، داغ ها، مویه ها، ای سرزمین من، با گذشتت، شاعرانت، فرماندهانت، پایداری هایت، با ستم ها که بر تو رفته است، صبوری ها و سرانجام روسپیدی هایت، پایان زمستان و روسیاهی
زغا. نیز مسافرت هایی به خارج از ایران داشتم. در سفرهای اخیرم به امریکا ایالات بیشتری را دیدار کردم. مراکز فرهنگی و دانشگاهی را، برنامه های شعرخوانی و سخنرانی اجرا کردم. آنقدر خود را به هموطنان خارج از ایران نزدیک احساس کردم که حد نداشت. کسانی به شنیدنم می آمدند که دلشان در هوای وطن پر می کشید. حس کردم که چقدر مردم خود را دوست می دارم، خواه در ایران، خواه در خارج از ایران. حس کردم که زبان شعرم زبان مردم است، بی آن که خود خواسته باشم که چنین باشد. می دانم که چه می خواهند، می دانند که چه می گویم، همینو بس. عمری پوییدم با تلاش و تلاطم رودی، با لحظه های شتاب و درنگ، گاه شاریده از تندانی و گاه گسترده بر پهنه بیابانی. اینک زمزمه ای از آن کویه و سرآغازی بر نوشته های این دفتر که نیاز گهگاه سالیان من بوده است به گفتن. ظرافت شعر بارش نمی کشید، بر دوش نثرش نهادم. میخوانم و بعد یک آنتراکت میخواد داشته باشید یا همینطور ادامه بدید؟ میخواد آنتراکت داشته باشید؟ بسید. ای با تو درامیخته چون جان تنم امشب. اینو میخونم که از اون حالت خیلی چیز نوستالژیک برای کودکی که نه جوانی تبدیل. میخوانم و بعد یک آنتراکت میخواد داشته باشید یا همینطور ادامه بدید؟ میخواد آنتراکت داشته باشید؟ بسید. ای با تو درامیخته چون جان تنم امشب. اینو میخونم که از اون حالت خیلی چیز نوستالژیک برای وطن بیرونتون بکشم. ای با تو درامیخته چون جان تنم امشب، لعلت گل مرجان زده بر گردنم امشب. مریم صفت از فیض تو ای نخل برومند، آبستن رسوایی فردا منم امشب. ای خشکی پرهیز که جانم ز تو فرسود، روشن شود از چشم که تر دامنم شد. مهتابی و پاشیده شدی در شب جانم، از پرتو لطف تو چنین روشنم شد. آن شمع فروزنده عشقم که برد رشت پیراهن فانوس به پیراهنم شد. گلبرگ نیم شبنم یک بوسه بسم نیست، رگبار پسندم که ز گل خرمنم امشب. آتش نه زنی گرمتر از آتشم ای دوست، تنها نه به صورت که به معنا زنم امشب. پیمانه سیمین تنم پرمه عشق است، زنهار از این باده که مردف کنم امشب. خسته نباشم براتون شعر خواهم خواند، خاطر شما جمع باشه و هر چند بخواهید خواهم خواند.
و اما براتون یه جوکی هم بگم که اول که با جوکی شروع کنیم، میگن که من الان هر کس میپرسه حالت چطوره، چون بیمارم واقعا و با بیماری هم کنار آمدم به هم حال، هر کس میپرسه که حالت چطوره، میگم دارم قاقا میخورم. و علتش این است که یک پیرمردی اسرائیل آمد جونشو بگیره. پیرمرد فرار کرد، رفت توی یک مهد کودکی و نشست اونجا و یک دونه از این آبنبات‌های چوبی گرفت دستشو، شروع کرد لیس لیس زدن و یعنی که من بچه هستم. اسرائیل آمد و پیداش کرد و گفتش که اینجا چی کار میکنی؟ گفت من نینی هم دارم قاقا میخورم. گفت زود قاقاتو بخور، میخوام ببرم دردر. حالا من مشغول قاقا خوردنم تا کی برم دردر کدوم دیم. براتون بخونم این فلسفه من تو زندگی، یعنی تا زنده هستم میخوام که مثل زنده ها زندگی کنم. از کمره تا جهان، اسم این شعره. یک فیلسوفی در قدیم و ندیم بوده به اسم دیوژن، که این دیوژن کارهای عجیب غریب میکرده، یعنی توی کمره زندگی میکرده، به اصطلاح اون بیعلاقگی به دنیا و اینها رو اینطوری نشون میده که مبنای تصوف ما هم هست، که توی خمره زندگی میکرده، روز و شب میرفته اون تو مینشسته و میخواد و استراحت میکرده. بعد یه کاسه ای هم داشته که سفالی بوده و با اون کاسه آب میخورده. یه روز میبینه که یه مردی اومد دستش گرفت اینجوری زیر شوره چشمه و پر کرد و آب خورد. گفت خب وقتی میشه اینجوری آب خورد دیگه این کاسه رو میخوام چیکار کنم؟ اونم انداخت. بعد روزا هم میرفت توی خیابونا یه چراغ دستش میگرفت، میگفتن دنبال چی میگرد؟ میگفت دنبال آدم، دنبال انسان. یه همین شعر مولانا که میگوید این شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دوری و دد ملولم و انسانم آرزوست. این شعر اشاره به همون هست. من حالا مثل اون زندگی نمیخوام بکنم، میخوام خوب زندگی کنم. از خمره تا جهان. یک خمره برای من کافی است تا دختر دیو جان باشم. این دیوژن رو در فارسی و در ادبیات فارسی و عرب دیو جان تلفظ میکردن. یک خمره برای من کافی است تا دختر دیو جان باشم، اما به تو راست میگویم من نیستم اینکه آن باشم. من جام بلور میخواهم، من جامه تور میخواهم، من شادی و شور میخواهم تا مست و ترانه خان باشم. گیرم که بهار من دی شد، هنگام جوانیم طی شد. بگذار اگر چه در شعرم یک بار دیگر جوان باشم. هرچند سمر نمی آرم، در کام شکر نمی بارم، بگذار درخت رنگینی پرخوشه ارغوان باشم. گهواره سبز افرا من، صد پرده اطلسی با من، تا مرغی و جوجگانی را امنی پی آشیان باشم. سرسبز و خجسته چون بیدم، تن شسته به نور خورشیدم، از پای نشسته را بر سر فرض است که سایبان باشم. دامن ز طلب فراچینم، فارغ ز چراغ بنشینم، انسان همه جا عیان بینم، با خلق چو مهربان باشم.
من خمره خیش بشکستم از بند نفاق وارستم، گفتم چه در این جهان هستم دلبسته این جهان باشم. انگار که یک زمان مردم یا همچو شرار افسردم، امروز که زنده ام باید سرزنده چو زندگان باشم. سرزنده چو زندگان. خب اگه کتاب سفید رو به من بدین ما این شهر تهران رو خب بعضی از شما تازه هستم حسو خود بودم سرم خدمت خیلی از تهران آمدند و خیلی ها میدونن که شهر تهران با شهری که بعد از جنگ یا در ایام جنگ بود چقدر اختلاف پیدا کرده، یعنی یک شهری که واقعا گورستان بود تبدیل به گلستان شده و این شهرداری هم که امروز به شلاق و حبس و نمیدونم چیزا محکوم شده بسیار زحمت برای این شهر کشید. البته اون چیزایی که بهش نسبت میدن ما ندیدیم، ولی اون چیزایی که میبینیم زیبایی شهر رو، تمیز شدنش رو، شهر اروپایی شدن، شهر با بهترین شهرهای اروپا رقابت کردنش رو، اینها رو میبینیم و اون چیزای دیگر هم نمیبینیم. حالا من اولین باری که شهر را دیدم که زیبا شده از ملاقات یه دوستی میامدم که بیمار بود، تو خیابون چشمم باز کردم، سال 68 بود، تازه جنگ تمام شده بود، اونو دیدم که خیابان ها قشنگ شده، یه چند تا چراغی هست، یک فواره هایی هست و اینا، باقی و جایی برای بازی بچه ها و اینا، واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بودم و از خوشحالی گریه کردم. یک آهوی هم، یک مجسمه آهوی هم سر اون تپه های عباس آباد گذاشته بودن که آدم از دور که نگاه میکرد مثل اینکه یه آهو اونجا وایساده، خیلی قشنگ بود. به هر حال تندیس آهویت مبارک ای شهر رنگ و روشنایی، از من سلامی شاد بر تو خوشتر ز بوی آشنایی. ابرام گلهایت به چشمم هر دم به رنگی جلوه دارد، در مذهب این خودنمایان زیبنده بادان خودنمایی. تار تر فواره هایت گرد چراغان در تنیدن، سرخ و بنفش و ارغوانی، نارنجی و سبز و طلایی. بر تاب ها، بر سرسرک ها، اینان که من بودند روزی، چون اهتزاز شاد پرچم تمثیلی از سر در هوایی. بر زلفک ابریشمیشان این کاکل زرین ذرت، نور و نسیم آهسته با هم سرگرم کار نقرسایی. زن تیرهای خوشه بر سر صف بست گرد آبدانها، چون خوشه انگور روشن شهر است غرق روشنایی. در خاطرم شهر اما با هر چراغی هست داغی، آن هجله ها را با شهیدان از یاد من کی می زدایی. وقتی به شب گردونه هایت خفتند و خاموشی گرفتی، گویی ز ارواح پریشان آیت صدا در بی صدایی. گویا که در سوک عزیزان دارند هر شب مادرانت در گوشه
ماتم سراها، غم خانی و ماتم سرایی. تندیس آهویت مبارک، سر به لب جویت مبارک. افزون مکن دلتنگیم را، ای شهر با این دلگشایی، ای شهر با این دلگشایی. باز هم برای شهر تهران، البته اون قسمتش که مربوط به آبادانیش مورد سپاس من، اون قسمت هایی هم که گله های من از گذشته است که البته به این شهر داره مربوط نمیشه دیگه، پای اون نذاری، پای دیگر این حساب هست. ای شهر زخط میشویم. یک روزی آمدم تو خیابون و دیدم که دیوارها رو دارن میشویند و مثل که بعضی صندلی ها ساس داره، نه؟ دیدم دیوارهایی که رو شعار نوشته باری کرد میخواد به نزدیک من بشه باری بعضی دیوارها که شعار روش نوشته بود و نمیدونم چیزایی نوشته بود که خب خیلی کهنه شده بود، اینا رو قشنگ میشستن با بنزین و پنبه و نمیدونم ماتباکن و از این چیزا رو پاک میکردن و تمیز میکردن. من این شعر تو ذهنم آمد: ای شهر زخط میشویند دیوار خیابانت را، تا باد نخواند زین پس اوراق پریشانت را. مغز در و دیوارت را از حافظه عریان خواهند، تا یاد نیارد دیگر غمنامه حرمانت را. دیروز چنان می دیدم، امروز چنین می‌بینم، آن یاوه نویسانت را، این یاوه زدایانت را. دیروز چه مهنت بردی، تن خستی و جان آزردی، هر لقمه که رنگین خوردی خون بود خورش نامت را. در خون هزاران کودک پرورده شد از نمناکی، این شوره که می پوساند دیواره زندانت را. بس دسته گل که از نکهت در گور نمی گنجیدن، این است که پر گل کردند گنجایش میدانت را. گر خون هزاران سروت در پای هدر پاشیده است، خوش دستی سروارایان پرداخته تاوانت را. ای شهر زخط میشویند و از هرچه غلط میشویند، چون نقره جلا میبخشند بام و در و ایوانت را. باور کنم آیا؟ باور؟ این طرفه که اکنون دیگر فرمانده ویرانی ها دارد سر عمرانت را، دارد سر عمرانت را. از کلیواره ها رو براتون بخونم. سوار خواهد آمد، سوار خواهد آمد، سرای رفت رو کن. سوار همیشه برای ما و همه ملل دنیا، سوار یا شه سوار یا شوالیه یا هر چی که بهش بکنین اسمشو بذارین،
نمودار نمود نماد یک امیدواری و آرزویی است که بهش برسیم، یعنی شاید بتونیم بگیم نجات دهنده. سوار خواهد آمد، سرای رفت و رو کن، کلوچه بر سبد نه، شراب در سبو کن. ز شستشوی باران صفای گل فزونتر، کنار چشمه بنشین نشاط شستشو کن. ز پول زر به گردن ببند توقی، اما به سیم تو نیرزد، قیاس با گلو کن. به هفت رنگ شایان یکی پری بیارای، ز چار قد نمایان دو زلف از دو سو کن. ز گوشه خموشی ستار کهنه برکش، سرودی از جوانی به پرده جستجو کن. چه بود آن ترانه؟ بلی به یادم آمد، ترانه ز دستم گلی بگیر و بو کن. سکوت سهمگین را از این سرا بتاران، بخوان برقص آری بخند و های و هو کن. سوار چون در آید در آستان خانه، گلی بچین و با دل نثار پای او کن. سوار در سرایت شبی به روز آرد، دهد به هرچه فرمان سر از ادب فرو کن. سحر که حکم قاضی رود به سنگ سارت، نماز عاشقی را به خون دل وضو کن. چیزی خانومی از من خواسته، هر چی میگردم دنبالش پیدا نمیشه، اما خب اصلا میتونم تو کار کنم. اگر یادم نیامد ببخشید. شعر سید سلطان‌پور. خب حالا براتون از این میخونم، این شعری که میخونم برداشت مختلفی روش شده، حالا هر کس هر جور دلش میخواد برداشت کنه، من برای شما میخونم. آه عشق ورزیدم، این همونیست که خواهی میخواستم. آه عشق ورزیدم با چگونه حیوانی، در چگونه کابوسی یا چگونه هزیان. خواب بود و بیداری، اشتیاق و بیزاری، در دیگه انقدر این کتاب ها زیاد شده، من نمیدونم چی به چی کجا و کجا را بیدیم. حالا هرچی شدم، آه عشق ورزیدم با چگونه حیوانی، در چگونه کابوسی یا چگونه هزیانی. خواب بود و بیداری، اشتیاق و بیزاری،
در جدال و آمیزش دستی و گریبانی. نفرت و محبت بود، انزجار و لذت بود، با غزال خوشنقشی مرده در بیابانی. وای حال قی دارم تا چه شد که در مستی آب گند نوشیدم در بلور فنجان. تا به شعله می شاید تا پلید پالاید، تن فکندنم باید در تنور سوزان. کاش مار می گشتم، پوستوار می هشتم، می گریختم از خود با تن درخشان. نه که کهن شمشیری، نه که کهن شمشیری، زنگ خورده را مانم با خلاف ممزوجی، از غلاف اوریانی. می گریزم اما تن پیش می دود با من، تن من است و من از تن خسته گریزانی. آه عشق ورزیدم، سکه را درو دیدم، روی نقش جبریلی، پشت شکل شیطان. سری نامه دارم، یکی از این نامه ها رو براتون میخونم. این نامه برای یه دوستیه که از ایران به شعر به امریکا نوشته شده. عزیز دور غمگین، بمان که شب سر آید، شکوفه های سیمین ز تیرگی بر آید. عزیز دور عاشق، بخوان ترانت رو، بخوان مگر به گوشم حدیث باور آید. چه سود خواندنت را که آن سوی جهانی، شب تو چون سرایت شب من از در آید. رسید دور شستم که طرف خود نبستم، بگو دگر ز دستم چه طرفه‌ای برآید. ولی به زنده ماندن بسی بهانه دارم، یکی همین که فردا بهار دیگر آید، یکی همین که فردا نهال نو نشانم، به پای او نشینم که وقت نو برآید. یکی همین که دانه بره کنم فشانه، مگر به بام خانه دوتا کبوتر آید. دوتا که بغبغوشان نشاط و های و هوشان، در این سکوت غمگین نشاط گستر آید. یکی همین که دستی ز دوستی بگیرم، که از آستین او گل به جای خنجر آید. عزیز دور صادق، در آستین چه داری؟ تو راز خنجر و گل کدام خوشتر آید؟ بهانه ماندنم را یکی همین صداقت، فریب گو مبادا که عمر من سر.
گفتن از اخوان یادی کرده باشم، از زنده یاد اخوان قصیده ای دارم که نمیخونم امشب، برای امشب سنگین زیاده براتون و خسته میشید. یک غزلی هم دارم من برای اخوان، هم در این کتاب سفیده که امشب خریدی به اصطلاح یک یادواره نوشتم، هم قصیده ای براش ساختم، هم در زمان زندگی شعری براش ساختم و هم یک سال پس از مرگش باز این غزلی که الان براتون میخونم ساختم. اخوان از دوستان خیلی خوب من بود و شاید برادر من بود و مرگش برای من خیلی سنگین بود. نیستی تا این یک سال بعد از مرگش سالش، نیستی تازه در خانه یاران به در آیی، وگر امشب نکنی حوصله وقت دگر آیی، گر دلت ره ندهد خیره به هر وعده بخندی، وردهد تن نزن ساده و بی وعده در آیی. مهبرایان، این اصطلاح خودش بود، مهبرایان به طرب خانه یاران بنشینید، مهچو بر بام براید همه با او تو برایی، چون رود از تو اشارت غزلی نغز بخوانم، چون کنم از تو تمنا سخنی خوش بسرایی. نه سفر کرده ای دوست که روزی به امیدی سر راحت بنشینم که مگر از سفر آیی، دیگر ای خان خودی خانه ام این بخت ندارد، دیگر ای خان خودی خانه ام این بخت ندارد، که از درش سرزده همتای نسیم سحر آیی. پای از این خطه کشیدی چه جز این چاره که عمری دست پرهی به تو بوسم که مگر در نظر آم، بزمی آراست با یاد تو داریم و دریغا نیستی تازه در خانه یاران به در. برای 60 سالگیش اینو تقدیم میکنم به هر کی که امشب 60 سالش. با 60 خوشه زرین نخل طلای که بودی، با 60 شعله رنگین ظلمت زدای که بودی، عمری گذشت و به مقصد راهی درست نجستم، آه ای ستاره قطبی مقصد نمای که بودی، از ناتوانی دستم یک عمر در گله بودم، با دستهای توانا مشکل گشای که بودی، یک عمر زمزمه ام را گوشت شنید و نگفتی ای جوی بار غزل خان جاری به پای که بودی، در خوابهای جوانی نزدیک دور تو بودم، در شور افتد دانی جفت جدای که بودی، دیر آمدی سحر آمد بانگ خروس بر آمد، چندین درنگ چه کردی شب در سرای که بودی، بهتر همان که ندانی لیلا برای که بودم،
بهتر همان که نپرسم مجنون برای که بودی. ای دوست، شادی این دم جامی بنوش و بنوشان تا نرم نرم به گوشت گویم سزای که بودی. این شست شعله دو چندان بادت که خلق بگوید با بخت و کام و سلامت پیر از دعای که بودی.